اگه یه شرکت دانش بنیان در تهران از زمین بخواد، ما اول به اون میدیم، بعد اگه زمینی باشه به بقیه تخصیص پیدا میکنیم. ما برای اینکه بعضیا زمین رو نگیرن بذارن کنار، خب ورود جدی پیدا کردیم. سال گذشته بیش از 9990 هکتار اراضی رو پس گرفتیم از کسایی که نساخته بودن در طول سالهای گذشته و منجر به تولید نشده بود. ما اینها رو پس گرفتیم. 700 هکتار از طریق دستگاه قضایی پس گرفته شد که باید تشکر کرد، یعنی ما خلیت کردیم. و حدود 1000 حالا خورده ای هم از طریق 200 خورده ای هم از طریق حالا موافقتی خود بخش صنعت کرده بود اینو پس گرفتیم و واگذار کردیم به فعالین اقتصادی که قابلیت تولید رو دارن، میتونن واحد رو به بهره برداری کنن. 45% هم رشد داشت این فصلیایی که ما سال گذشته. پس به محض اینکه صاحب زمین فعالیت و کسب و کارش رو راه نندازه، چه مدت زمانی زمین از او پس گرفته میشه؟ در قراردادی که ما با شرکت ها منعقد میکنیم یه بازه زمانی برای ساخت داده شده. البته عمده این قراردادها مربوط به سالیان قبل، یعنی اونایی که ما ورود پیدا کردیم و سختگیری های جدی میکنیم اونایی قبل از 96 بوده. الان داریم بیشتر اخطار میدیم. یه محدودیت هایی هم داشتن، بعضی ها به دلیل کرونا، بعضی ها به دلیل بالاخره حالا تحریم ها که بوده، بعضی ها موضوعات مثل مالی داشتن. خب یه ملاحظات اینجوری هم داره انجام میشه. ما راضی نیستیم خدای نکرده یه فعال اقتصادی مشکل داشته و بیایم خلیت کنیم، ولی این کار رو با جدیت داریم انجام میدیم. امسال هم در این مدت کوتاه 3 ماه اول سال 197 هکتار رو ما پس گرفتیم و به بقیه فعالین واجد شرایط واگذار کردیم.